سلام به همه شما همراهان عزیز، خوشحالم که امروز هم فرصت داریم تا با شما باشیم و نگاهی داشته باشیم به فضای مجازی. این روزها گرانی مرغ یکی از مشکلات عمده برای بسیاری از هموطنانمون هست که به دلیل گرانی گوشت کاملا اون رو از سبد خرید خودشون حذف کرده بودن و حالا هم با افزایش قیمت ناگهانی مرغ مجبورن این یکی رو هم حذف بکنن. قیمت مرغ در بازارها تا 36,000 تومان رسیده. کاربری پستی رو منتشر کرده از روند افزایش قیمت مرغ در سال 99. توی همین چند ماهی که پشت سر گذاشتیم قیمت مرغ از 12,000 تومان در فروردین و 10,700 در اردیبهشت به 35 تا 36,000 تومان در آذر ماه رسیده. کاربر دیگه عکسی رو از فاکتور خریدش مربوط به همین امروز منتشر کرده و نوشته که بعد از 40 روز یک دونه مرغ خریدم و باورم نمیشه که نزدیک به 100,000 تومان شده و بعد هم گلایه کرده از کارگزاران حکومتی که با افتخار در مورد تصویب 100,000 تومان کمک معیشتی میگن که به مردم قرار بکنن و حتی اگر این 100,000 تومان رو هم بدن فقط قیمت یک وعده غذای یک خانواده 4 یا 5 نفره میشه. کلیپ های مختلفی در فضای مجازی منتشر شده از صفهای طولانی برای خرید مرغ تعاونی یا مرغ دولتی تا بتونن که قدری کمتر و ارزانتر این مرغ رو تهیه بکنن. کاربر دیگه نوشته در بحبوحه کرونا سوء مدیریت و سیاست‌های ضد مردمی حکومت باعث شده که مردم در زابل برای خرید مرغ ساعت‌ها در صف‌های طولانی بایستن. امروز 2/9/99 ساعت نزدیک 7 شب هست در خیابان طالقانی رو بروی دبستان 15 خرداد، در حالی که بازار زابل و خیلی از مغازه‌های شهر زابل تعطیل است به خاطر پروتکل بهداشتی. حالا که امره یک نگاه به این صف و به این تشکیلات اینجا داشته باشه. بله، خیابان طالقانی شهر زابل امروز از 2/9/99 یکی هم پروتکلی بداشتیم. فیلم دیگری هست از میدان بهمن در تهران و توزیع مرغ دولتی به قیمت جان مردم. گفته میشه که این مرغی که ارزون تر هست قیمتش 18,500 عنوان شده و مردم برای تهیه اون در صف ایستاده. کاربر دیگه هم فیلمی رو منتشر کرده از شهرک امیریه در شهریار و گفته که این صف توزیع مرغ منجمد هست در شرایط بحرانی کرونا، در حالی که در رسانه‌هاشون تبلیغ محدودیت میکنن مردم مجبورن برای تهیه مایحتاج خودشون اینطوری صف بکشن و قیمت‌ها هم فاجعه بار. کاربر دیگه عکس رو منتشر کرده از شهریار و گفته که این هم صف توزیع مرغ منجمد هست، مرگ بر خامنه‌ای و روحانی که باعث گرفتاری مردم هستند. اما خیلی ها تلاش میکنن موضوع گرانی مرغ رو به گردن خود مرغدارها بندازن، ولی واقعیت چیه؟ آیا در حکومت آخوندی مقصر فقط میتونه یک فرد یا یک ارگان یا یک قشر باشه یا صحبت خیلی عمیق‌تر از این موضوع هست و بحث فساد سیستماتیک در اقتصاد دزد بازار آخوند هاست؟ بشنویم از صحبت های یک مرغدار. سلام دوستایی که دارم میگن مرغ گرونه چرا شده 30,000 تومان، دلیلش دوستان اینه، این انبار منه الان حداقل 100 تن ذرت توش باشه، دارم با نیسان روزی 2 تن ذرت میارم، اینم قسمت سویا انبار منه که الحمدلله دیگه اینو 2 تن هم نمیتونم بیارم، رسیده به 1 تن. صبح تا شب دارن تو تلویزیون و رسانه اعلام میکنن که آی مرغ گرون شده فلان شده. این سویا رو دوستان من کیلو 16,500 تومان پول دادم، خدا رو شکر اینقدرم کیفیتش عالیه،
همین الان نگاه کنین، یه سویا خریدم، چند مدل سویا قاطیه و متاسفانه نصفش خاکستر خاک. چیزی 16500 تومان هم از من پول گرفتم، تو بازار آزاد تهیه کردم و با توجه به این شرایط که دارید میبینید، متاسفانه با این نهاده بیکیفیت، وزن مرغ استحصالی از این نوع نهاده به شدت پایین اومده و موجب شده که تولید به شدت کم بشه و باز هم دوستان در ادارات دولتی منتظر مرغ ارزون هستند. یکی دیگه از مرغداران هم علت گرانی مرغ رو به بیان دیگری توضیح داده و گفته که بیکفایتی مقام‌های جهات و سمت با اسبانی گرانی سرسام‌آور مرغ هست و مافیای پشت پرده خیلی قوی تر از ماست. سالن مرغ ماست متاسفانه به علت بیکیفیت بودن دونها و نرسیدن به موقع دانده مرغداری ها، مرغ من با وجود 53-54 روز سن هنوز به وزن مطلوب نرسیده، در صورتی که این 10 روز پیش باید به کشتارگاه ارسال میشه تا تو چرخه تولید و چرخه مصرف قرار بگیر و موجب گرون شدن بی حد و اندازه مرغ نشه. متاسفانه جز بیکفایتی مسئولین مربوطه در وزارت جهاد و در وزارت سمت دنبال مقصر نگردید و خدای نکرده اینو از چشم مرغدار نبینید. مرغدار کارش تولیده، یه عمری تولید کرده، الان هم آماده تولیده، ولی متاسفانه مافیای پشت پرده دون و بار ایران، نهاده ایران، مافیا اونقدر قدرتمنده که حاضر مرغ 50,000 تومانی مردم بخورن و کاسه کوزش هم سر مرغدار شکسته بشه و به همین راحتی هیچ کس هم پاسخ گو نباشه. در واقع به نوعی همه اخشار در ایران آخونزده قربانی سیاست‌های ضد مردمی و فساد سیستماتیک و چپاول حکومتی هستند. در رابطه با سایر گرانی‌ها و کمبودها، کاربری از ارومیه پستی رو منتشر کرده و گفته که علی‌رغم اینکه فرماندار مدعی هست که به هیچ عنوان کمبود آرد و نان وجود نداره، اما در نانوایی‌ها نان نیست و من مجبور شدم که به دلیل اینکه نون نبوده نون فانتزی بگیرم که 42,000 تومان شده. و بعد هم در ادامه گفته که به فرماندار بگید آیا این جو روانی هست یا بی تدبیری و بی کفایتی شما. افرادی که فقیر هستن و ندارن و نمیتونن همین نون رو هم تهیه بکنن رو در نظر بگیرید و با صحبت از جو روانی تقصیر رو به گردن دیگران نندازید. اما وضعیت گرانی و بیکاری به جایی رسیده که خیلی از نخبه های قهرمان های ورزشی هم به دست فروشی یا مشاغلی از این دست روی آوردن. کلیپی از دیروز تا امروز در فضای مجازی دست به دست میشه از یکی از قهرمان‌های ورزشی در اندیمش که علی‌رغم اینکه مدال‌آور جهانی بوده دست به دست فروشی زده و حالا هم به اون رحم نکردن و شهرداری با حمله به بساطش خواسته که اون رو جمع‌آوری بکنه. برای این هم پاسخ رژیم سرکوبگر آخوندی به استعدادهای ایران. کاربر دیگر عکس را منتشر کرده و گفته که این بزرگترین تناقض در قاب یک عکس هست. درسی که از ایران آباد میگه و کفش هایی که سوراخ هستند. اما سوالی که مطرح هست اینه که آیا گرانی و مشکلات مردم باعث سکوت اونها میشه یا زمینه ساز ایجاد اعتراضات بیشتر؟ این پاسخیه که مردم به اون دادن و
در فعالیت‌های خودشون علیه رژیم و پست‌های تروریستی که دارن و فعالیتشون در سطح اجتماع اینو نشون دادن که مثل یک انبار بارود در انتظار لحظه انفجار هستن. کلیپ‌های مختلفی در رابطه با کمپین غذا نیست ترس نیست و اعتراض به گرانی و فقر در فضای مجازی منتشر شده. کاربری نوشته این تصویری هست از عکس دختری که تابلوی به دست داره که روش نوشته غذا نیست ترس نیست. مردم با توزیع این عکس در بازار تهران اعتراضشون رو به گرانی و فقر نشون دادن. کاربر دیگه هم نوشته اعتراض دانشجویان فراگیر می شود و برای چندمین بار اعتراض خودشون رو با توزیع تراکت هایی با شعار دانشجوی گرسنه برای آینده می جنگه نشون دادن و تاکید کرده که ما مجبور نیستیم این سرنوشتی که آخوندها به ما تحمیل کردن رو بپذیریم. این تراکت ها در متروی تهران توزیع شدن. درود می‌فرستیم به همه عزیزانی که در هر کجای ایران از هر فرصت، هر زمان و هر مکان برای رسوندن پیام اعتراض و نارضایتی مردم ایران استفاده می‌کنند. ممنون که با گزارش امروز همراه بودین. تا فرصت دیگه خدا نگهدار.